سلام، در نمایشگاه رپ رشیدی هستیم در کنار آقای دکتر علیرضا لو، تولید کننده نمکی که برای سلامتی خوب هست. ازشون میخوام که در مورد این نمک توضیحی بدن به ما. در خدمتشون هستم. با نام و یاد خدا، علیرضا لو هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز. بر اساس گزارش هایی که سازمان غذا و دارو ارائه کرده، میانگین روزانه مصرف نمک در ایران در حدود 12 تا 15 گرم هست که در حدود 2 تا 3 برابر میانگین مصرف نمکی هستش که مردم در دنیا مصرف میکنند. به همین دلیل نمکی که بالا مصرف میشه میتونه باعث افزایش فشار خون، بیماری های قلبی عروقی، سکته های مغزی و قلبی بشه و همچنین باعث نارسایی های کلیوی هم میتونه به وجود بیاره. ما در این نمک که تولید کردیم تونستیم میزان سدیم رو که مهمترین عامل افزایش فشار خون هست و معضلاتی که در ارتباط با نمک هست، اومدیم میزان سدیم تا حد امکان کاهش دادیم. در کنار اون پتاسیم بهش اضافه کردیم که میتونه از لحاظ سلامتی برای بدن مفید باشه. پتاسیم میتونه بر فعالیت قلب، بر کلیه ها و همچنین بر کاهش دیابت تاثیر مثبتی بگذاره. همچنین باید خدمتتون عرض کنم نمکی که تولید شده از لحاظ پروانه استاندارد جز کارخونه هایی هستیم که پروانه استاندارد رو گرفتیم. از سازمان غذا و دارو تونستیم گواهی سیب سلامت رو هم دریافت بکنیم و بر اساس اینکه این نمک میتونه از لحاظ تغذیه‌ای برای ما مفید باشه، من مصرف این نمک رو برای همه مردم عزیز ایران توصیه و پیشنهاد میکنم.